پشتونه بس یارو آجر کرد. چیزی از اینا که رو در دیوار نمونده؟ نفرات همه رو کندن. ندیدی که اینا رو دیوار چسبوند؟ ندیدم. معلومه که ندیدم، اگه دیده بودم که دستشو قلم میکردم. خیلی خوب، پس باید حواست جمع باشه که موضوع جایی درز پیدا نکنه. منتها از این به بعد چشمات باید مثل قرقی تیز باشه مشقاسم. خاطرتون جمع باشه، پیداش میکنم، دستشو میذارم تو دستتون. تموم اینایی که اینجا نوشته همش بهتون و حرف مفته، همه میدونم. منتها نباید حرفی پشت سر دکتر باشه، باید هواشو داشته باشین تا بهانه دست اینا نده. موردی دیدی خبرم کن تا روشنش کن. خاطرتون جمع باشه، هواشو دارم. خانم سرفراز، خانم سرفراز. سلام استاد. سلام. سر کلاس نمیان شما؟ من حالم خوب نیست، به دفتر اطلاع دادم، باید برگردم خونه. شما چرا همیشه از واقعیت فرار میکنید؟ غیبتاتون داره تو کلاس زیاد میشه، سر کلاس هم که هستین اصلا حواستون نیست. شما مشکلتون چیه؟ من مشکلی ندارم، یعنی اصلا مشکل خاصی نیستش. بوده من خود و خودم به کلاساتون میرسونم. من سعی کردم فضای کلاسمو به یک محیط سالم و صمیمی تبدیل کنم تا دانشجوها ضمن احساس امنیت و آزادی بتونن درس بخونن. شما اصلا موفق نبودم. نه این چه حرفی استاد، به خدا من ببینید اصلا من پس فکر نمی‌کنید ارتباطمون یه طرفه شده؟ شما و بچه‌ها همه چیزو در مورد من میدونی. من حتی نمی‌دونم شما از چی رنج میبرید. به من اعتماد کنید خانم سرفراز. پدرتون؟ من معذرت میخوام. اگه نخوای حرف بزنی و نگی مشکلت چیه، دیگه نباید توقع هیچ کمکی از ما داشته باشی. این ترمم داره همون اتفاق ترم قبل تکرار میشه. 4 جلسه غیبت غیر مجاز و استادایی که دیگه حاضر نمیشن ازت امتحان میگیرن و بهت نمره بدن. منتها این ترم من دیگه نمیتونم پادر میری کنم. هیچ توقعی از من نباید داشته باشی. تو حتی حاضر نیستی حرفت رو به من بزنی. ببینم نکنه مشکل باز پدرتی. چرا؟ حرفش چیه؟ چرا این همه غیبت غیر مجاز داری تو؟ اون نمیذاره بیای؟ رویا حرف بزن. میده
میترسه. میترسه؟ میترسه تنهاش بذارم، همونطوری که مادرم از دست خشونتاش آسی شده تنهاش گذاشت. مادرت بر نگشتی؟ اون تو ازدواج کرد. آروم باش. میگه حق ندارم از خونه بیرون بیام، وگرنه زندانیم میکنه. سفر ببینم رفتارش خشن اینقدر با تو؟ کتکت میزنی؟ استاد دانشجو گوش کن، 28 سال پیش جلال مختاری استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران دوست صمیمی پدرم و همسایه‌های ما بود. اون اولین کسی بود که ما رو با نوارها و اعلامیه‌های امام آشنا کرد. سالهای 41 و 42 بعد از تعبید امام دستگیر شد و بعد از چند سال به طرز مشکوکی کشته شد. خب حالا که خوب دقت میکنم میبینم تو خیلی شبیه مرحوم مختاری هستی. استاد من اومدم فقط بگم که میخوام جزو تیم تحقیقتون باشم. چرا؟ خب موضوع رساله شما سوال همیشگی منه. چه سوالی؟ آیا صرفاً با جستجو تو هزار توی تاریخ و فرهنگ کشورمون میتونیم به هویت خودمون دست پیدا کنیم؟ آیا هر ملتی برای خوشبختی خودش نسخه خاص خودش رو داره؟ یا استاد من برای همه این سوال‌ها پاسخی میخوام، پاسخی درست و روشن، پاسخی که باورش کنم. میدونی آقای مختاری، تا زمانی که جوان ایرانی از نظر فرهنگ ملی و مذهبی بنیه محکم نداشته باشه و به گذشتش با اعتماد و احترام نگاه نکنه، قطعاً به جستجوی فرهنگ دیگه ای میره، اونم از نوع سواکش. فرهنگ دیگری یعنی مهمون ناخونده. چرا مهمان ناخونده؟ در حالی که میزبان یعنی ما به دنبال اونا فرستادیم. وقتی ما نتونیم جواب جوونامونو بدیم حتماً دیگران میدن. تو باغ متروکه پدریمون تو داراباد یه گله زده بودن تو شقیقش. اونم همیشه دنیا سوال داشت. تا مدت ها به خاطر پدرم احترام ما رو نگه می داشتن. دوست ندارم کسی واسه خاطر دیگرون تحویلم بگیره یا احساس ترحم نشون بده. به تیم تحقیق ما خوش آمدی. خیلی خوشحالم استاد. سه تا از کتابا رو نتونستم پیدا کنم. برای امروز کافیه. میخوام عضو جدید تیممونو به شما معرفی کنم.
از ما واقع معلم چشم به شما رو چه خان معلم به تن شما بری و معلمیت به چسبی اینقدر نمیخواد واسه من حق حق کنی به بجون بری به شما چه اعتماد داره خانم آروم باش آقا اینجا دانشگاست آروم باش بازم شما شما چرا مزخ بچه ها رو میشوری داد نزن آقا من به شما اجازه نمیدم تو این کنی و عربده بکشی اگر دخترتون کلاس داره حتما باید سر کلاس من پدرشم آقا اما حق نداری کتکش بزنی تحقیرش کنی مانع کلاس رفتنش بشی فکر میکنی دوران بربریته باش بیا بریم نمیام دیوانه هم کردی نمیام پس نمیه یا این کارت یادت باشه یادت نده تو بعدم بگم آقا این دفعه از شما من شکایت میکنم شکایت میکنی بکن هر کاری که دوست داری بکن باش بسن بیایی تو اتاق من شما بیایی تو اتاق من خانم مرده بشه بیایی خیلی شوخ کردم من شما حرف دل همه بچه ها رو زدیم استاد مطمئن میومدی دانشکده؟ هرچی میگردم پیداش نمی کنم چی؟ آزمایشگاه؟ واسه جواب؟ آخه با اون پای شکستش حداقل اگه به من گفته بود من باش تماس میگرفتم خیلی خوب خیلی خوب خدافظ فریبا جون غمخوار رو ندیدی؟ چرا؟ همین طرفا بود نمیدونم چرا این با این پای شکستش نمیره خوابگاه استراحت کنه بس که لجبازه ممنون فریبا جون چون من نگران بود این اتفاقی افتاده نمیدونم از رفتار و کردار همچین پدرهایی واقعا آدم حیرت میکنه چطور دلشون میاد با بچه هاشون اینجوری رفتار کنن؟ به نظر من میتونی به خاطر آزار و شکنجه ازش شکایت کنی نه اون مریضه حالا دیگه استاد جوونمون سوپرمن شده از سلام سلام علیکم سلام علیکم عذر میخوام از شما دخالت تو این مسئله اصلا به صلاحتون نبوده حق با جناب فرحته اصلا به صلاحتون نبوده من نتونستم جلو خودم بگیرم اون مرد بارها در حضور دانشجو دخترش رو کوچیک کرده بود میبخشید آقای کیوان پور حالا من حقای شما رو درک میکنم و بهتون حق میدم اما اون پدرشه دخالت تو امور خصوصی دانشجوها به خصوص در این جور موارد با توجه به دشمنانی که شما دارید اصلا درست نیست ببینید شما دشمنان زیادی دارید که از کوچکترین بهانه‌ها بر علیه شما استفاده می‌کنند. نمی‌خواستم بهتون بگم. اما با این کارتون مجبور شدم. نگاه کنید. از این جور نامه‌ها به خیلی جاها از دفتر وزیر تا حراست وزارتخونه رفته. نامه‌هایی که توشون استفاده شخصی تحقیقاتی از زمان‌های غیر درسی دانشجویان به طور مجانی به شما نسبت داده شده. گرچه مسئولی شناخت کاملی از شما دارن اما هر کدوم از این نامه ها به تنهایی میتونه مسئله ساز باشه مسئولین دانشگاه بدانند مشاهده می شود که استاد فرهمند در ساعات غیر درسی و در جهت انجام تحقیقات شخصیشان از دانشجویان کلاسش سوء استفاده نموده
حدس میزدم توی نمازخونه پیدات کنم. منیژه حالت خوبه؟ منیژه جواب آزمایشی تو گرفتی؟ پرسیدم جواب آزمایشی تو گرفتی؟ چی گفتن؟ پاشو بیا بریم سر کلاس. بیا خدا خانجون این کارا رو نمیخواد. سیما چندین ساله تو این خونواده است، اون جلو چشم خودمون بزرگ شده. اتفاقا خیلی هم لازمه. من این همه سال به سیما به چشم دختر خودم نگاه کردم، نه عروسم. حالا میخوام مثل یه غریبه برم خواستگاری. صحبت یه عمر زندگی دختر. همه چیزو بذاریم به عهده من، خودم همه کارا رو میکنم. سیما خبر داره؟ نه. هر صبح وقتی که آفتاب گیسوی زرین بر بام ها می افشاند، ترانه ای آشنا مرا به خود می خواند. او خواهد آمد از عمق کوچه خوشبخت، با کولباری از مهر بر دوش، گلاب آینه در دست، آفتابی در سینه، و مرا با خود به مهمانی نور میبرد. او خواهد آمد، یقین دارم. سلام همسایه، مهمون نمیخوای؟ سلام، خوش آمدین منزل خودتونه. مزاحمت که نیستی. ایفا اختیار دارین، بفرمایین. ممنون. بفرمایین. ماشالله خانجون، از هر انگشتش یه هنر میباره. نقاشی، شعر، تئاتر. خانم و خانه دارم که هست. اون دوتای اولی شاید، ولی این آخری فکر نمی کنم. راستش هیچ اشکالی نداره. منم روزی که رفتم خونه منصور اصلا کاری بلد نبودم. به موقعش همه کار یاد میگیری. خب حالا بگید ببینم، دوتایی با هم اومدین بالا برای چی از من تعریف میکنین؟ ببین من اصلا اهل مقدمه چینی و این حرفا نیستم. بریم سر اصل مطلب. قرار بود من و فاطمه جون بیام اینجا که فاطمه جون حالش بد شد، خان جون زحمتشو کشیدن. خوبی که اهل مقدمه چینی هم نیستی. آره والا. ببین سیما جون، ما فکر کردیم دیگه وقتشه داداش رضا سرسامونی بگیره. گفتیم اگه بذاریم به عهده خودش حرف بزنه که موهاش میشه رنگ دندوناش. بعد گفتیم بیایم اینجا که پروین، اصل مطلب. خلاصه گفتیم آستینامونو بالا بزنیم و سیما جونو که از هر نظر شرایطشو داره. خب همین دیگه. نظرتون بدون ما زودتر کارا رو انجام بدیم. از این که منو واجد شرایط تشخیص دادین خیلی ممنون، ولی من الان اصلا توی موقعیتی نیستم که بخوام در مورد اینجور مسائل فکر کنم. در ضمن اگه قرار باشه نمایشنامه‌ای نوشته بشه، ترجیح میدم خودم اون نمایشنامه رو بنویسم، نه کسی دیگه. خانجون شما ببخشید.
حالا کجا فرستادیش؟ چیکار میکنه؟ فرستادمش خوابگاه. گفتم حداقل یه استراحت اینطوری بکنه. نمیدونم، منیژه از صبح که جواب آزمایششو گرفته اصلا یه آدم دیگه ای شده، به هم ریخته. یه دست و پا شکستن که نه غم و غصه نداره، تا یه ما دیگه میشه مثل روز اولش. انگاری بیشتر به مغزش آسیب رسیده تا به پاش. فریده بهش بگو اینقدر سخت نگیره. موضوع چیه؟ تو آزمایشش چیزی نوشته شده؟ نمیدونم، فقط یعنی میتونیم امیدوار باشیم؟ بهترین کار همینه رجب. کی مطرحش میکنیم؟ همین هفته تو جلسه هیئت اومنا به خانم راستین هم گفتم هرچی خیره پیش راهتون. سعید، خدا خیر بنده هاش رو میخواد. چی بهتر از این که شما دارین دینتون رو کامل میکنید؟ اینو حتما به خانواده هاتون تفهیم کنید. خدا خیرت بده نصیری جان، من که واقعا شرمنده تم. انشالله بشه جبران کنیم. اتفاقی افتاده؟ نامه از مدیریت دانشگاه فرانکفورت نوشته دو ماه پیش رونوشت تمام مدارک تحصیلی دکتر فرهمند رو ارسال کردم و دیگه چیزی هم پیش اونا نمونده. خب اگه فرستادن پس چطور دست ما نرسیده؟ نرسیده؟ نرسیده. از طرف وزارتخونه هم تحت فشارمون گذاشتن که سریعتر مدارک براشون بفرستیم. اینهاش خواهش مند است هر چه سریعتر نسبت به ارسال مدارک و سوابق تحصیلی آقای محمد فرهمند اقدام مقتضی مأمول نمایند. سلام اشخاصه. میگه مدارک رسیده. چطور؟ خودم با دستی خودم تحویل گرفتم فدات. اون یکی چهارشنبه بود. اکبر مهدوی نامه رسونه اداره آوردش. شما هنوز نیومده بودین ها؟ چه کارشون کردی مش قاسم؟ گذاشتمش رو میز خانه منشی. من چهارشنبه مرخصی بودم. گفتی چهارشنبه؟ چهارشنبه بود فدات. همون روزی که با دکتر ساروی و کیوانپور اینجا جلسه داشتیم. آره چهارشنبه صبح بود. خانم محبت کنید به دکتر کیوانپور بگید شاید اون دیده باشه. ایشون کلاس دارن. عیبی نداره بفرمایید. چشم. خانم سالاری غیبتاتون داره بیشتر از حد مجاز میشه. نمره نمیارینا؟ ببخشید استاد، همش دنبال کتابایی هستم که استاد سالاری برای کلاس جامعه شناسیشون معرفی کردن. گیر نمیاد که ببینم احمد زاده
بله استاد. ببین میتونی براش تهیه کنی؟ اینا رو؟ این کاره از تو کار کتابه. لطف داری برات استاد. جور میکنه. بذار ببینم لیستو. بیمروت چه گشتی زده تو عالم کتاب. جون استاد عد اون 10 تا کتابی رو انتخاب کرده که فقط تو موزه فرانکلین گیر میاد. والا شما رو فکر کنم فرستاده دنبال نخود سیاه. استاد پس من بر نمیاد. حالا ببین چی کار میتونه بکنی براش. گناه داره دختر بیچاره. نمره نمیاره ها. دو ترمه که جامعه شناسی رو مشروط شدم. اگه این ترمه خانم فی بالاست. فی بالاست. فی بالاست یعنی چی؟ استاد خیلی آماتوره. هنوز نمیدونه فی بالاست یعنی چی. آقای کیوانپور، دکتر فرهاد باهاتون کار داره. اجازه بده. بله. احمدزاده. بله استاد. مراقب نظم کلاس باش. آها. میدونین چیه؟ یعنی یه چیزی تو مایه های سرکیش سر و شل کردن میفهمی که؟ پیش دخترا. آخه واسه چی؟ خب ترجیح داد یه مدت از این خونه دور باشه. چرا؟ خب اون این حسو داشت که شما مثل دخترتون بهش نگاه میکنی، واسه همینم خیلی راحت اومد اینجا کناره هممون زندگی کرد. اما وقتی فهمید که شما به عنوان عروس آینده بهش نگاه میکنین، خب یکم معذب شد. اصلا فکر نمیکردم از من رنجیده باشه. نه، اون از شما نرنجیده. چجوری بگم؟ فقط از اینکه فکر کرد ممکنه شما بدون رضایت رضا اون رو کاندید ازدواج کردین جا خورده بود. نه، این خواست خود رضا بود. حالا هم که فهمیده رفته مثل اسفند رو آتیش شده. باید خود آقا رضا یه جوری مسئله رو بهش بگه و رفع سوء تفاهم کنه. ما میتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم و البته رسمی تر. خواستگاری؟ که؟ همین امشب. محمدم در جریانه. آخ جون، عروسی خاله سیما و عمو رضا. مطمئنی؟ شاید مشقاسم اشتباه کرده. نه، مشقاسم اشتباه نکرده. پرونده مفقود شده. آخه چرا؟ آخه کدوم؟ چه کسی این کاری کرده؟ همون کسی که پشت سر دکتر شایعه درست میکنه. خجالت آوره.
به کسی مزنونی؟ شنخر؟ به به آرتیست خان، آرتیست خان صفا آوردین. گفتم که یه برای پیدا نشه، اگه اوستان بفهمد چی میخوای؟ هیچی قربون، چند وقت پیدا تو نبود و سه عرض ادب خدمتون رسیدم. خیلی ممنون، حالا بزا برم دیگه این وران ایا. نه بابا، دور برداشتی. برم کن، چی میخواه جونم؟ یادتون نره، 60,000 تومن هم بده کاری. حساب من از بیمیر سواست، یه هفته اگه دوا نزنه بدهی جور میشه، من از اونا بریدم. نه بابا، را بیا با زبون خوش حساب بیمی تو با من صاف کنید. گفتم که بدهی بیمی من خودش بگیری. من خودم اوستای پاسکارم، تو مصبت پاسکاری میکنی باسته بچه. بافت قومه ست و چارده تا ست تا مطابق پنجارهش تبریز نمی هشتر پنجار این دو متره برای شما در میاد 150 تا. چی شده احمد؟ اتفاقی افتاده؟ از دست من در میری؟ آیسی کنار اینجاست تناکار. ببینم اینم بچه آرتیست، ببینم اینم فرمایشی بود؟ از این هم قربان خوش ندارم دیگه این دوره برای ببینمت. بله چش بزن بچک. خوشحالم که برگشتین سر کار. خواهش میکنم. یک کسالت جزئی بود که خوشبختانه برطرف شد. خدا رو شکر. یه خانمه اومدن با شما کار داشتن. با من؟ بله. سلام خانم فرهمند. پیغام شما رو توسط آقای کامیاران شنیدم. جدایی من از دخترم. بله؟ ببینم خانم فرهمند، مگه اینجا شما کارتون برگردوندن بچه های بی سرپرست به خانواده هاشون نیست؟ اون زن باز اومده بود محل کارم.
دنبالمه. مددکار زندان زنان خانم رنج بران میخواد تو رو ببینه. نه نه محمد. چرا نه؟ برای کشف حقیقت فرصت خوبیه. امیدوارم اون زن خودش یه مادر باشه. کی قرار گذاشتی؟ همین امروز منتظرته.